حکومت علی ابن ابی طالب در شهر کوفه و نوع مشی و سنت حکومتداری او که توسط بسیاری از متولیان شیعی و دین اسلام به عنوان حکومت مطلوب و مورد پسند یک شیعی و یک مؤمن به علی ابن ابی طالب شناختگری میشه و به مردم شناسانده میشه. همیشه در این اوضاع و احوال و این روزها افراد متعددی سعی میکنند به ظن خودشان، به زعم خودشان، بنابر آنچه که آموختند یا نیاموختند و شنیدند مطالبی رو منتشر بکنند تا میزان اخلاص خود رو به این امام نشان بدن و از قبل اون هم مؤمنینی که بر پای منبر آنها هستند یا در کلاس درس اونها شرکت میکنند رو هم به این امام علاقمند و به نوعی نوع سنت حکومت داری او رو مطلوب نشان بدن. روز گذشته من دیدم در کانال تلگرامی جناب دکتر فیرهی، داوود فیرهی، که از مؤممین و روحانیون هم هست و در ایران فعالیت میکنه، استاد علوم سیاسی هم هستند و مطالب مختلفی در زمینه فقه سیاسی و کتابهای متعددی هم از ایشان منتشر شده، دست به بازنشر یک پستی از ظاهرا 2 سال قبل که خودشان هم نوشته بودند زدن. من بعد ندیدم این مطلب رو به بحث و بررسی بنشینیم با ذکر اسناد و مدارکی که ارائه خواهیم کرد. هرچند ما هم در این روزها در کانال‌ها و شبکه‌های مختلف به دوران خلافت علی ابن ابی طالب می‌پردازیم، ولی به شکل ویژه خواستم در خدمت عزیزان باشم با نقد و بررسی چنین دیدگاه‌هایی که به نظر من بسیار هم دیدگاه‌های مخربند. در گذشته خب طبیعتاً تریبون‌ها دست متولیان دین بود، اونها بودن که سخن میگفتند و بسیاری از افرادی هم که مخالف چنین دیدگاه‌هایی بودند با جو ارعابی که در درون یک جامعه مسلمان و شیعی ایجاد شده بود فرصت عرض اندام و به نوعی اظهار نظر رو هم نداشتند. حتی در دوران رژیم گذشته هم همین داستان ها بود. لذا نتیجه آن شد حکومتی دینی که بسیاری از رجل سیاسی که معتقد بودند ما اهل سیاست هستیم و بسیار می‌دانیم پیرو شخصیت‌های دینی شدند و فکر کردند با ایجاد یک حکومت دینی می‌توان دموکراسی را محقق کرد، می‌توان در درون اون جامعه به خیر و صلاح و نیکویی رسید. حتی امروز هم در میان اپوزیسیون خب افراد زیادی هستند که سخن از همین امامان شیعی می‌کنند و این افراد حداقل برای اونها محترم هستند. متأسفانه امروز هم بعد از گذشت 40 سال از این حکومت‌های دینی ما کماف سابق افرادی رو داریم، حالا در قامت نواندیش دینی، که در هر زمینه اظهار نظر میکنن، روحانیونی رو داریم که خب طبیعتاً این سنت و سنگر و پایگاه اونها بوده که از این امامان موجوداتی ماورایی بسازن، حکومت اونها رو یک حکومتی با الگوی بسیار ویژه ذکر کنن که حتی از دموکراسی های روز جهان هم پیشرفته تر هست و خب از این طریق هم ارتزاق میکنن و امورات اونها میگذره. اما وجود چنین شخصیت‌هایی به خصوص افرادی مثل دکتر فیرهی و دیگران که علاوه بر خب حضور در درون جامعه در مراکز آکادمیک و دانشگاهی ما هم حضور دارند، یعنی دانشجویانی رو در زمینه علوم سیاسی تربیت می‌کنند و چنین دیدگاه‌هایی رو هم ارائه می‌دهند، برای ما می‌تواند عجیب باشه و اینکه چرا در دانشگاه‌های ما اساساً شخصیت‌های وارسته بسیار کم ظهور میکنند و بروز میکنند. شاید این پرسش رو داشته باشید که خب طبیعی است، به هر حال چه میتوان کن؟ یعنی در درون جامعه‌ای که چنین نظامی حاکم هست با آن جو ارعاب و وحشت و این همه شخصیت‌هایی که با اظهار مخالفت دستگیر میشن، در زندان‌ها شکنجه میشن و مشکلات و مصائبی رو دارن، خب چه میشود کرد؟ پاسخ من این است که سکوت. حداقل شما اگر نمیتوانید منتقد چون این شخصیت‌های دینی باشید، حداقل که می‌توانید سکوت کنید. حداقل در آیه 36 سوره اسراء که آمده لا تخفوا ما لیس لک بهی علم، حداقل دنبال روی چیزی نباشید که نمی‌دانی، چه برسد به اینکه بخواید اون رو آموزش هم بدید به دانشجوها. حال غرض از طرح این مباحث چیست؟ من متنی رو که جناب دکتر فیرهی در کانال خودشون گذاشتن رو، حالا اون فرازهای بسیار مهمش رو یادداشت کردم، میخوانم و بعد به نقد و بررسی اون خواهیم پرداخت. برای شناخت خلافت علی ابن ابی طالب بسیار مهمه.
خب طبیعتا میدانیم علی زمانی که به خلافت رسید یک سراسر در واقع مملکت بسیار عظیمی به دست او آمد، مصر، یمن، ایران، عراق، حجاز. و شاید اگر من مصادیقی رو از نوع حکومتداری او از خراسان عرض کنم یا از مصر، دوستان معتقدند که بله، خب در خراسان یکی از والیان علی حاکم بود و ممکن است او خبط و خطایی هم کرده باشه و این ربطی به علی ابن ابی طالب ندارد. و خب همانند امروز هم این وسایط ارتباط جمعی وجود نداشت که در کسری از ثانیه یا دقایق یا ساعت یک تخلفی به سمع و نظر بسیاری از مردم برسه. برای همین من سعی میکنم مواردی رو از همان جامعه کوفه، یعنی میان مردمی که مستقیما تحت امر علی بودند و او هم به شکل مستقیم در این داستان ها دخالت داشت، عرض کنم. ببینیم این حکومتی رو که این بزرگواران از او به عنوان الگو نام میبرند چه حکومتی بود. خب ابتدا من آن مطلبی که جناب دکتر فیرهی در پست خود ذکر کرده اشاره می کنم، اون فرازها رو، و بعد به بررسی اون خواهیم پرداخت. ایشان ظاهرا این پست رو در 30 مارس 2018 منتشر کردند و در 16 می 2020 بازنشرش رو انجام دادن، یعنی نزدیک به 2 سال بعد از انتشار اولیه اون، که ظاهرا نشان می دهد که در طول این 2 سال هم ایشان بر همین نظر هستند که دوباره اون رو بازنشر کردند. دکتر فیرهی ابتدا عنوان میکنه که در شهر کوفه قبائل مختلفی بودند، سلایق مختلفی داشتند و این قبائل مشغول زندگی در کنار هم بودند که خب طبیعی است. بعد ایشان اشاره میکند که در این جامعه متکثر و متعدد، خب طبیعتا 3 دیدگاه میتوانست به وجود بیاید. یک دیدگاه، دیدگاه موافقین بود که با علی موافقت داشتند، سیاستهای او را میپذیرفتند. یک دیدگاه، دیدگاه اعراض کنندگان بود، یعنی کسانی که نه با علی بودند نه بر علیه او بودند، یعنی کسانی که خب شبهاتی داشتن، مشکلاتی هم از نظر اعتقادی داشتن و اشاره کرده بودند که ما نه با علی هستیم نه بر ضد او. و گروه سوم مخالفین او. دکتر فیره اشاره میکنه که این متن رو من دقیقاً از پست ایشان میخوانم، اون نکات مهم رو میگوید: یک نوع از این رفتارها از جنس اعراض هستند، یعنی برخی کوشش میکنند که خود را از مسائل اجتماعی دور نگاه دارند. امام علی علیه السلام حاکم چنین جامعه ای است که در آن مخالف، معاند و افراد آسیب دیده دارای توقع هستند و چنین شهری باید اداره شود. ایشان بعد اشاره میکنه: شاید هر سیاستمداری در آن دوران شرایط ایجاد فضای امنیتی را در پیش میگرفت، یعنی سعی میکرد فضا رو امنیتی بکنه که مخالفین یا افراد دیگه بر علیه او کاری نکنه. با این حال اسناد و روایاتی از امام علی علیه السلام وجود دارد که وی سیاست آزاد سازی را به جای امنیتی کردن جامعه دنبال کرد. البته ایشان هیچ سندی ارائه نمی کند که مصداقش رو مشخص بکنه مثلا در کجا چنین اتفاقی افتاده. نکته دیگر این است که ما قبل از علی ابن ابی طالب خب والیان متعددی در کوفه بودند، یعنی از دوران عثمان که سعید ابن عاص و ولید ابن عقبه و دیگران بودند، هیچ جو ارعاب و وحشتی ما در اونجا ندیدیم. اونجا هم همه حق اعتراض داشتن، کما اینکه سعید ابن عاص رو برداشتن، ولید ابن عقبه آمد، ولید ابن عقبه رو برداشتن، ابو موسی آمد و این داستان ها وجود داشت. پس این جو امنیتی در کوفه آن زمان اصلا وجود نداشت. خب ایشان بدون سند عنوان این مطلب رو اشاره کردن که طبق روایات علی اون جامعه باز رو ایجاد کرد. بعد ایشان اشاره میکنه که حق شهروندی 3 نوست. یک نوع حق کرامت و آزادی یک شهروند است، یعنی فرد احساس احترام کند. احترام بدون آزادی معنا ندارد و آزادی هم بدون آزادی عقیده بیپایه است و این یک نوع حق شهروندی است و مساوی حقوق بشر هم هست. یعنی یک شهروند حق آزادی عقیده داره، حق آزادی بیان داره و این جزء حقوق مسلم اوست که متناسب با حقوق بشر هم هست. ایشان به 2 حق دیگه اشاره میکنه که فعلا محل بحث ما نیست. یکی حق در واقع مشارکت و دریافت حقوق از بیت المال هست و دیگری هم حق به نوعی کسب مناسب اجتماعی و موقعیت هایی که میتواند برای یک شهروند پیش بیاید. یعنی میگه ایشون اون شهروند این 2 حق رو هم داره. اما محل بحث ما همان نکته اول است، یعنی حق آزادی عقیده و بیان. بعد ایشان اشاره میکنه:
آن کسی که مخالف سیاسی حاکم جامعه است نباید از این سه حق محروم باشد و این کاری است که امام علی علیه السلام نیز انجام داد. یعنی ایشون حق مخالفین خودش رو به رسمیت شناخت و اونها رو از این حق محروم نکرد. بعد در پاراگراف بعدی و چند سطر بعد اشاره می‌کند امام علی علیه السلام در مقابل خوارج به دفاع از حقوق آنان پرداخت و ایشان معتقد بود که هر شهروندی حق دارد با سیاست‌های دولت خود مخالفت کند. یعنی علی این حق رو برای مخالفین خودش قائل بود که شما میتونید با من مخالفت بکنید و مخالف حقوقی دارد که باید رعایت شود. تحمل مخالف یکی از ویژگی‌های شاخص امام علی به شمار می‌آمد. تحمل مخالف از نظر امام علی علیه السلام تا زمانی که شهروند دست به سلاح و هجوم به دیگران نبرده کسی حق ندارد به حقوق وی تعرض کند. خب این مطلبی بود که در خلال پاراگراف ها و سطر های مختلف جناب دکتر داوود فیرهی آورده است. بسیاری از این حرف ها رو ما شنیدیم از زبان بسیاری از نواندیشان، روحانیون، اساتید اسلامی حقوق، حالا سیاسی در مورد علوم سیاسی و حقوق، که دائما به دنبال این هستن که علی ابن ابی طالب رو به عنوان یک الگو و اسوه حسنه برای حکومتداری به جامعه اسلامی علل خصوص جامعه شیعی نشان بدهند و بقبولانند. حال من چند سند رو ارائه میکنم از دوران حضور این امام در درون کوفه، ببینیم ایشان چگونه میاندیشید. اولا بحثی خواهم داشت در خصوص مسئله بیعت، یعنی اینکه علی اساساً به مردم به عنوان شهروند چگونه نگاه میکرده و چگونه میدیده آنها. ایشان بنابر نقلی که دینوری آورده و آقای دکتر رسول جعفریان که ایشان هم از مؤممین هستند و من سعی میکنم بسیاری از اسناد رو از همین شیعیان بیاورم، در کتاب تاریخ خلفا اشاره میکنند به نقل دینوری که منظورش ابو حنیفه دینوری است. پس از بیعت امام علی ضمن سخنانی فرمود شما مردم بر پایه آنچه پیش از من جاری بوده با من بیعت کردید، تنها پیش از بیعت اختیار وجود دارد، اما زمانی که بیعت صورت گرفت اختیاری در کار نیست. یعنی شهروند حق نداره حاکمی رو که منصوب کرده عزل بکنه، یعنی بگه من امروز شما رو خواستم اما در عمل دیدم شما انسان موفقی نیستید، حالا به عنوان حاکم، به عنوان خلیفه، امروز ما تصمیم گرفتیم شما رو برداریم. تا قبل از این نمیدونستیم شما در مقام خلافت در عرصه عمل چگونه رفتار میکنی، حالا امروز دیدیم نه شما کارایی ندارید، میخوایم شما رو برداریم. علی میگه نخیر، همش چیزی است. امام بعد ایشان اشاره میکنه امام میباید پایداری کند، یعنی در برابر مخالفت، و رعیت باید تسلیم او باشد. این یک بیعت عمومی بود، کسی که آن را رد کند، یعنی از بیعت خودش عدول بکنه و حتی کسانی هم اصلا بیعت نکرده باشند مجبورن بپذیرن، اون را رد کنند، اسلام را رد کرده است، یعنی میشه مرتد. به همین دلیل هست که ما میبینیم علی با طلحه و زبیر و دیگران میجنگه، چون از نظر اونها از اسلام خارج شدن. بنابراین یک شهروند اولین حق خودش رو اینجا از دست میده و همون حقی است که ما امروز به نام دموکراسی یعنی حاکمیت مردم میبینیم، که این رو جناب جعفریان در صفحه 233 کتاب تاریخ خلفای خود آورد. اما داستان فقط به همینجا ختم نمیشه. مسئله این است که زمانی که علی بعد از جنگ جمل وارد کوفه میشه، حالا میخواد نوع رفتار خودش رو با کوفیان به نحوی نشان بده. لذا داستان رو شیخ مفید در کتاب ارشاد خود آورده، از مورخین و به نوعی بزرگان تشیع محسوب میشه. میگوید عده‌ای، حالا علی وارد کوفه شده، نحوه گفتار او رو دقت بفرمایید. کسانی که اعراض کرده بودن، یعنی مخالف علی نبودن، اما خب شبهه داشتن در اینکه علی هم مسلمانه، آن طرف هم خب طلحه و زبیر و ام المؤمنین عایشه هستند و جنگ با اونها روا نیست، اونها مسلمانن و این منع قرآنی داره، ما نباید با اونها بجنگیم. این اختلاف آرا وجود داشت و اونها کنار نشستن. اما ببینید علی با اونها چه برخوردی میکنه. میگوید عده‌ای هم از مردان شما از یاری ما دست برداشتند و مرا از خود ناراحت نمودند، اینک شما هم از آنان دوری کنید، یعنی به یاران خودش داره میگه، و با سخنان ناروا با آنها گفتگو نمایید تا از فعل خود شرمنده شوند، به ما توجه کنند و ما آنچرا از آنها انتظار داشتیم
از ایشان مشاهده کنیم، یعنی یک جوی رو ایجاد بکنید با گفتن بد و بیراه و ناسزا که اونها دوباره به سمت ما بیان، در صفحه 250 در کتاب ارشاد شیخ مفید. اما همین مطلب رو ابن ابی الحدید هم آورده در شرح بیشتری که او اشاره میکنه، از قول نصر ابن مزاحم منقی میگوید: مردانی از شما از یاری من نشستند که من توبیخ کننده و رام کننده آنانم، پس به آنان دشنام دهید و آنچرا ناپسند می‌دارند به گوش آنان برسانید تا شما را خوشنود کنند و بدانید در پراکندگی ها حزب خدا شناخته می شود. یعنی علی وارد کوفه شده، از همان ابتدا شروع کرده دشنام دادن رو بر علیه معتزلین، یعنی کسانی که کنار نشستن، اعراض کردن از او و به یاران خودش هم گفته برید دشنام بدید، به اونا فحش و بد و بیرا بگید که اینها بدانن که باید به طرف ما بیان. خب آیا این محترم دانستن حقوق شهروندی است؟ یعنی کسی که اندیشیده که من خب چرا باید برای در برابر طلحه و زبیر و عایشه ام المؤمنین شمشیر بکشم؟ خب این اختلاف فکری است که وجود داره و من بهتره کنار بنشینم. آیا شما باید در بد به ورود به یاران خودتان بگید برید دشنام بدید؟ آیا این با حقوق دموکراسی و شهروندی همخوان هست؟ این را هم ابن ابی الحدید در جلد سوم صفحه 105 با ترجمه آقای غلامرضا لایقی، دوستان می توانند نگاه بیندازند و ببینند که علی ابن ابی طالب نسبت به این داستان چگونه نگاه میکنه. اما در این حال افرادی هم وجود داشتند که به شکل اختصاصی مورد شماتت علی و اقدامات او قرار گرفتند. یکی از اونها جریر بن عبدالله بجلی است. علی زمانی که وارد کوفه شد او رو به همراه یک نامه‌ای به سمت معاویه فرستاد. جریر زمانی که به سمت معاویه رفت برای اینکه پاسخ نامه علی رو بیاره حدوداً 3 4 ماه معطل شد و زمانی که برگشت نزاع میان او و مالک اشتر رخ داد، مبنی بر اینکه مالک او رو به کمکاری متهم کرد، اما جریر بن عبدالله هم اشاره می‌کرد که من ماندم تا جواب رو بگیرم و بیام. به هر حال علی به دفاع از مالک اشتر برمی‌خیزه. در این حال جریر ابن عبدالله تصمیم میگیره در این نزاع شرکت نکنه، خون مسلمانان رو نریزه و به عنوان یک شهروند از این قائله خود رو بیرون بکشه، بره در جای زندگی بکنه. حالا ببینیم علی با او چه برخورد میکنه. اندکی بعد جریر کوفه را به قصد قرقیسیا ترک کرد. این آقای رسول جعفریان در کتاب تاریخ خلفا در صفحه 279 داره میگه، یعنی یک معمم آگاه به تاریخ اسلام که در درون جامعه ایران الان هم ایشون هم استاد دانشگاه هستن و دارن مطالبی رو مینویسن. کوفه را به قصد قرقیسیا ترک کرد در حالی که عده زیادی از بجیله به جز 19 نفر همراهش رفتند. خب این طایفه او هم به همراه او رفتند. امام پس از رفتن او خانه او و سویر ابن عامر را که به وی ملحق شده بود به آتش کشید. یعنی جریر ابن عبداللهی که کنار رفت، علی ابن ابی طالب دستور داد برید خانه این افراد رو آتش بزنید، خراب کنید. این هم به عنوان حقوق یک شهروندی که خواسته کنار بنشینه. صفحه 279 تاریخ خلفا همین مطلب رو ابن ابی الحدید هم آورده که من به این مطلب اشاره میکنم. میگوید و سیر نویسان ذکر میکنند که علی علیه السلام خانه جریر و خانه های گروهی از آنان که با او خروج کردند، یعنی از کوفه خارج شدند، چون از او جدا شدند خراب کرد، در جلد سوم صفحه 119. و ابن قتیبه در المعارف ذکر کرد که خب این شخص، یعنی جریر ابن عبدالله، و از علی و معاویه کناره گرفت، یعنی نه با علی بود نه با معاویه، و رفت و در جزیره و نواحی آنجا اقامت کرد تا زمانی که در سال حالا 54 فوت کرد، در جلد سوم صفحه 118 و 119 در ترجمه شرح نهج البلاغه. پس دو سند از یک مورخ شیعی و یک شخصی که از علی دوستان بسیار قوی هم هست آوریم، مبنی بر اینکه ایشان جریر بن عبدالله رو گرفته. مصادر بسیار متعددی در تاریخ این رو ذکر کردن. خانه اون رو به نحوی تخریب کرد، حتی افراد دیگری هم که با او بودند و فقط اعراض کرده بودند به کنار نشستن رو تخریب کرد و طاقت نیاورد. اما داستان فقط به همینجا هم ختم نشد. یعنی علی ابن ابی طالب شروع کرد در برابر یک شخصی که بسیار هم محترم بود به نام حنظله، در برابر او هم چون این رفتاری رو انجام داد. حالا ببینید چه میکنن این یاران علی و خود او. فقط حقوق شهروندی رو دقت بفهم. نصر گفت، یعنی نصر ابن مزاحم منقری است، نویسنده کتاب وقعت الصفین، و علی علیه السلام به دنبال حنظله ابن ربیع معروف به حنظله کاتب که از صحابه بود فرستاد. چون در زمان پیامبر اسلام او از صحابه بود، ظاهرا متن نامه‌ای رو نوشته بود و اینها به حنظله کاتب گفته بودند. این آدم محترمی بود، جز صحابه بود.
و به او گفت ای حنظله، تو بر منی یا با منی؟ گفت نه با تو نه بر تو. گفت پس چه میخواهی؟ گفت سوی روها، حالا روها شهری بود مثلا بین موصل و شام، رو میکنم که سوراخی از سوراخت هاست، یعنی میخوام برم توی سوراخی زندگی مو بکنم، آنجا بمانم تا این امر پایان یابد، یعنی نزاع شما تمام شد. به خدا سوگند اگر با حالا یاران علی شروع میکنن، یعنی همون عشیره او، قبیله او و افراد دیگه شروع میکنن به بدگویی و تهدید حنظله ابن ربی. به خدا سوگند اگر با این مرد یعنی علی خارج نشوی، یعنی برای به جنگ نری، نمیگذاریم فلانه، یعنی مادر فرزندانش، زن این آقا رو به همراه تو خارج شود و نه فرزندانش، یعنی ما گروگان میگیریم، زن تو و فرزندان تو گروگان میگیریم، اگه با علی بیرون نیای اجازه نمیدیم تو مثلا اینا رو بخوای جایی ببری یا به نوعی از اینا استفاده کنی. بعد ادامه میده و اگر چنین خواهی قطعا تو را خواهیم کشت. گفت مرا مهلتی دهید تا فکر کنم، یعنی اون حنظله ابن ربیع در موقعیتی قرار گرفت که گفت حالا یه وقتی به من بدید من فکر کنم ببینم چیکار باید بکنیم با این تهدیدها. شهروند جامعه علوی است. و داخل منزل شد و دربش را قفل کرد تا چون شب شد به سوی معاویه گریخت. البته به سمت معاویه نرفت، یعنی به اون منطقه ای که به طرف شام میرفت. بعد ادامه میده که ولی این دو، یعنی حنظله و ابن معتم که هر دو تهدید شده بودند، به همراه معاویه نجنگیدن و از دو طرف کناره گرفتند. و گفت علی علیه السلام فرمان خراب کردن خانه حنظله را داد، یعنی جریر ابن عبدالله و دیگران بس نبود، حالا حنظله ابن ربی و ابن معتم رو هم گفته برید خانه اینها رو هم خراب بکنه. پس خراب شد، یعنی خانهش خراب شد، آن را حالا شبسه ربی و دیگران خراب کردن. در صفحه در جلد سوم صفحه 172 و 173 این مطلب رو آورده. یعنی شما دقت بکنید، یک شهروند رو می آوره و او میگه با منی یا بر منی؟ شهروند میگه من اصلا کاری با شما ندارم، میخوام برم کنار بشینم، نه با تو هم نه بر تو هم، اصلا مخالفم نیست. ولی علی ابن ابی طالب و یاران او، او رو تهدید میکنن به گروگانگیری، همین چیزی که الان شما میبینید در حکومت علوی جمهوری اسلامی انجام میشه، گروگانش میگیرن، ما این چونی میکنیم اونجوری میکنیم، اگر نقشه تو رو میکشیم، که حنظله ابن ربیع فرار میکنه از اون حکومت رعباوری که در کوفه علی ابن ابی طالب ایجاد کرده بود. و بعد هم علی دستور میده خانه او رو خراب بکنن و این کار رو انجام بدن. اما یکی دیگر از داستانهای بسیار جالب که حالا دکتر فیرهی میگوید در اون حکومت ها به حکومت علوی مردم حق اعتراض دارن و میتوانن مخالفت بکنن تا زمانی که دست به شمشیر هم نبردن محترم هستن، داستان کشته شدن یک شخصی است که در برابر علی مخالفت میکنه. حالا داستان به چه نحوی است؟ زمانی که علی میخواهد به صفین بره، شروع میکنه مردم کوفه رو جمع کردن و برای اونها سخن میگه که با من بیایید بیرون و بجنگیم. در این حال یک شخصی از بنی فزاره به نام عربد بن ربی معترض میشه. حالا داستان رو بخوانیم. خب علی اشاره میکنه به سوی دشمنان خدا حرکت کنید، به سوی دشمنان قرآن و سنت ها حرکت کنید، به سوی باقی مانده احزاب و کشنده مهاجران و انصار حرکت کنید. پس مردی از بنی فزاره برخاست و به او گفت، حالا این نامش رو نیاورده ولی نام او عربد بن ربی، آیا میخواهی ما را به سوی برادرانمان از اهل شام حرکت دهی تا آنان را برای تو بکشیم؟ چنان که ما را به سوی برادرانمان از اهل بصره حرکت دادی و آنان را کشتیم؟ طرف معترض شد، گفت آقا ما برادرامونو در بصره در جنگ جمل کشتیم، الان دوباره میخوای ما رو بفرستی به جنگی که با معاویه است در شام، حالا اونجا هم برادرانمونو بکشیم؟ هرگز، هان به خدا سوگند چنین نمی‌کنیم. در این حال اشتر برخاست و گفت این خارجی کیست؟ یعنی کیه که از دین خارج شده؟ چون اونجا هنوز داستان خوارج مطرح نبود، نه هنوز به طرف صفین نرفته بودن. پس منظورش از خارجی یعنی کسی است که از اون دین خارج شده، یعنی فرمان علی رو نمیپذیره بره به جنگ مسلمان کشی. در این حال آن فزاری گریخت و مردم ز سرعت تعقیبش کردند، یعنی همین دار و دسته علی. و ادامه میده چندان زدند که کشته شد. یعنی این شهروند بیچاره که معترض شد و فقط یک اعتراض ساده کرد که ما تو این جنگ شرکت نمی کنیم، توسط یار علی مالک اشتر و دیگران کشته شد. صفحه 170 و 171 علی ابن ابی طالب هم هیچ مجازاتی نکرد، فقط گفت برید دیه او رو از بیت المال بدید.
اما این جو ارعاب رو شما دقت بفرمایید. و حالا جالبترین بخش کار زمانی است که همین مطلب رو آقای رسول جعفریان ذکر میکنه و نتیجه‌ای که ایشون میگیره واقعا اسباب شگفتی است که یک محقق چگونه نگاه میکنه. ایشان بعد از اینکه همین داستان را آورد میگوید فضای کوفه در این زمان به قدری مناسب بود که کسی جرأت مخالفت و یا حتی اظهار دیدگاه مخالفی را نداشت. یعنی ببینید چه جو وحشتناکی در کوفه ایجاد کرده بودن که جناب جعفریان میگه چه جو مناسبی بود، چون هیچ کس حق مخالفت رو نداشت، جرأت مخالفت رو نداشت. چرا؟ چون میکشتنش. حالا تناقض آقای جعفریان و آقای فیرهی رو دیدید؟ اونی که استاد علوم سیاسی هست میگه بله این حقوق شهروندی بود، علی اون رو به رسمیت شناخته بود و با کسی کاری نداشت. آقای جعفریان مطلبی رو میآورد که کاملا منطبق با تاریخ اسلامه، منطبق با همه اون مواردی که خود شیعیان نوشتن و شیعه دوستان اون رو ذکر کردن و ایشون رو تایید میکنه. یک بار دیگر میخوانم، دقت بفرمایید. فضای کوفه در این زمان، این در زمان علی بن ابی طالب، به قدری مناسب بود که کسی جرأت مخالفت و یا حتی اظهار دیدگاه مخالفی را نداشت. در کتاب تاریخ خلفا این مطلب رو آورده. بعد به همین داستان هم اشاره میکنه. حنظلت ابن ربی افراد طایفه او به قدری وی را تحت فشار قرار دادند که شبانه گریخ، گرچه در جنگ شرکت نکرد. یعنی مثلا به محترم معاویه فرار کرد. ولی خب چرا باید خانه او رو تخریب کنید؟ چرا باید چنین رفتار بکنید که شخصی بخواد فرار بکنه؟ زن و کودک او رو به عنوان گروگان میگید ما میگیریم، با ما بیا به جنگ. بعد میگید حکومت عدالت علی، دموکراسی علی. کجاش دموکراسی؟ اینو خودتون دارید اقرار میکنید. کتابای خودتون اینو نوشته. آقای جعفریان میگه چه جو مناسبی هم بود این چنین جوی. بعد آقای فیرهی میآورد که بله ببینید چه حقی رو مولای متقیان به رسمیت شناخته. چه کسی رو فریب میدید؟ واقعا چه کسی رو فریب میدید؟ این شعر این بیت هم میگن دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش. شما فسق و فجور رو مباهات میکنید، چه جو مناسبی بود. بعد هم از آن طرف زهد فروشی هم میکنید. همین نواندیشان دینی برید دیگاه کنید، سروش رو نمیدن، فرزند او و دیگران نشستن علی علی میکنن بدون اینکه اصلا دانشی در این زمینه داشته باشن، آگاهی داشته باشن. آقا به خاطر این بیماری کرونا این کشورهای متمدن کسانی رو که آگاهی بد به جامعه میدن در این مورد این بیماری، اطلاع رسانی اشتباه میکنن و جریمه نقدی میکنن. ما هم باید چنین جبهه‌ای رو ایجاد بکنیم. کسی که در امری تخصص ندارد نباید اظهار نظر بکنه. همین اظهار نظرها رو کردید که سال 57 چنین شد. حالا کاری نداریم که حکومت گذشته هم ایراداتی داشت. اگر اون حکومت فضا رو باز میکرد، افرادی میآمدن اینها رو میشست، کسی دنبال حکومت علی نمیرفت، کسی به متولیانش توجه نمیکرد. هیچ سندی نیستن این افراد که ما میبینیم، هیچ کدوم قابل دفاع نیست. یک علی آرمانی و خیالی ساختن، حکومت عدل علی، دموکراسی علوی، نمیدونم این داستان ها چیست. به فسق مباهات هم میکنن، زهد فروشی هم میکنن. اما نکته جالب این هست که همین علی ابن ابی طالب زمانی که، حالا داستان در شهرهای دیگر هم بهتر از این نبود که من حالا نکته رو عرض کنم خدمت شما، زمانی که علی به خلافت رسید قیس ابن سعد ابن عباده رو به عنوان والی مصر مشخص میکنه. قیس به مصر میره. در اونجا افرادی بودند که خب به واسطه کشته شدن عثمان شک و شبهه داشتن، حالا ابن مخلطا و دیگران، معاویه ابن خدیج و دیگران. اینها گفتن که آقا ما تا زمانی که تکلیف مشخص نشد نه بر علیه علی هستیم نه با علی هستیم، به معاویه هم کاری نداریم، نه با او هستیم نه بر علیه او. قیس ابن سعد ابن عباده با اونها مدارا میکرد که والی علی بود در اونجا و انسان سیاستمداری هم بود. علی یکی دو بار به اون نامه نوشت که آقا تکلیف اون افرادی که با تو بیعت نکردن چیست؟ قیس گفت خب اینها نه با ما کاری دارن نه بر علیه ما هستن، کاری هم ندارن، قرار شده یه گوشه ای باشن، افرادی هم نیستن که اون برای ما خطری باشن. نکته شگفت انگیز این هست که علی در طی نامه‌ای که حالا به تحریک عبدالله بن جعفر و دیگران مینویسه میگوید نه این قابل قبول نیست برای من، با اونها سخن بگو و تکلیف رو مشخص کن، اونها یا با ما هستن یا بی ما هستن، با ما نیستن. اگر بدون ما بودن در کنار ما نماندن، با اونها کارزار رو جنگ کن. یعنی کسانی که اعراض کردن معتزله هستن با اونها برو به جنگ، گوشه نشینی اختیار کردن برو به جنگ.
قیس ابن سعد ابن عباده در جواب نامه علی نامه‌ای می‌نویسه که بسیار نکته جالبی در او هست. این رو هم ابن عبدالحدید آورده، میگوید: اما بعد ای امیر مؤمنان، مرا به کارزار قومی که از تو دست نگه می‌دارند، یعنی کاری با تو ندارن و دستی به فتنه دراز نکرده اند و در کمین آن نیز نبودند فرمان می‌دهی؟ یعنی تو در واقع داری منو فرمان میدی با کسانی جنگ کنم که نه دستی در فتنه دارن، نه به اون فکر میکنن، با ما مخالفتی ندارن، تو میگی من برم با اونو بجنگم؟ پس ای امیر مؤمنان از من اطاعت کن و از آنان دست بدار. یعنی قیس ابن سعد دیده بود این داستان رو، اما علی طاقت نمی آورد، میگفت نه خیر، حتما باید همه مطیع من باشن حتی در مصر. یک بار دیگه این نکته رو میخونم: اما بعد ای امیر مؤمنان، مرا به کارزار قومی که از تو دست نگه می‌دارند و دستی به فتنه دراز نکردند و در کمین آن نیز نبودند فرمان می‌دهی؟ خب به واسطه ضیق وقت من مجبور شدم این اسناد رو ارائه بکنم. اسناد بسیار زیاد هست در مورد جو ارعاب آمیزی که علی در کوفه ایجاد کرد، افراد زیادی رو کشت، افراد زیادی از پیرامون او پراکنده شدند و اگر ما می‌بینیم بعد از حدود 4 سال و 8 تا 5 سال از حکومت علی در کوفه بسیاری از یاران او از گرد او پراکنده شدند به واسطه همین رفتارهای علی بود، وگرنه در کوفه آن زمان هیچ گزارشی وجود ندارد مبنی بر چنین جو ارعاب‌آمیزی که سعید ابن عاص ایجاد کرده باشه، سعد ابن ابی وقاص ایجاد کرده باشه، ولید ابن عقبه ایجاد کرده باشه، ابو موسی اشعری ایجاد کرده باشه. هیچ کس گزارشی در تاریخ به ما نداد که به مثابه یا مانند علی چنین جوی رو ایجاد کرده باشه که کسی در زیر منبر او مخالفت بکنه و یاران او به سمت او حمله کنن، او رو بکشن، و یا کسانی هم که هستن میگوین نه با تو این، نه بر علیه تو، خانهشان خراب بشه، مجبور بشن شهر رو ترک بکنن، به نوعی در اون ترس گروگانگیری قرار بگیرن. خلاصه عرضم این است که متاسفانه 1400 سال و حتی امروز ما اندیشمندانی داریم که سعی میکنن با قصه پردازی و دروغ پردازی مردم رو تحمیق بکنن و یک نوع حکومتی به مردم معرفی بکنن که هیچ مصداق تاریخی برای اون مطلب ندارن، و اگر هم مصداقی ارائه میکنن شواهد متعددی در رد اون اصل وجود داره. علی هم همانند بسیاری از خلفا یک شخص عادی بود با محاسن و معایب بیشمار، اما از او یک الگو ساختن و او رو زیر ذره‌بین نقد قرار ندادن میتواند بسیار فاجعه بار باشد که ما این فاجعه رو امروز در درون ایران میبینیم. امیدوارم این بحث ها منتشر بشه، در اختیار بسیاری از پژوهشگران و جویندگان حقیقت قرار بگیره و ما هم سهمی کوچک در این راه داشته باشیم. ممنون و سپاسگزارم از یکایی که شما عزیزان.